خب دیگه دیویدی ما تموم شده و حالا میتونیم خروجی بگیریم. قبل از اینکه خروجی بخوایم بگیریم، من یه نکته خیلی مهم رو خدمتتون بگم و اونم این که بد نیست شما همیشه باتن هاتون رو تست بکنید. معنیش اینه که شما مثلا اگه این جای باتن یا عددی دکمه دارید، ببینید با زدن دکمه آپ روی کنترل دیویدی پلیر چه دکمه انتخاب میشه، که اسلاید شو یک هست درسته. با زدن چپ باز اسلاید شو یک انتخاب میشه، با زدن داون اولد مووی انتخاب میشه، یعنی از اینجا میاد اینجا، و با زدن رایت دوباره اولد مووی انتخاب میشه. این ترتیب دکمه ها رو اگر جاهای خیلی خاصی چیدید دکمه هاتون رو یه چک بکنید، بد نیست. اما میایم سراغ دیویدی اصلیمون. اصل دیوی رو انتخاب میکنیم. بهتر قبل از این کار شما یه بار سیمولیت بکنید، همه چیزها رو چک بکنید، ببینید همه چی درست کار میکنه، و بعدش ما یه بار میتونیم بیایم توی دیویدی اصلیمون. دیویدی اصلی رو من انتخاب میکنم، توی آتلاین از جنرال شروع میکنم. شما همونطور که میبینید اینجا نوشته استریمز، آدیو استریم یک که معمولا روی نانه. من میگم به صورت خودکار و به صورت اتوماتیک صدای شماره یک من پخشه، زاویه شماره یک من اینجا یه زاویه بیشتر ندارم، و ساب تایتل یا همون زیرنویس شماره یک من، یا میتونم بگم زیرنویس شماره سه من. ویو رو اگر شما بزنید به صورت دیفالت اون زیرنویس پخش هم میشه، یعنی دیده هم میشه. روی ریموت کنترلم اگر تایتل رو زدم چی باز شه؟ من اینجا تایتل منو رو ست کردم، یا همون چیزی که ما به این شکل اینجا دیدیم، یا هم بالاترین منوی ما که توی این نمای گرافیکال همونطور که شنیدیم منوی اصلی ماست. اگر منو رو زدم چی؟ مین منوی ما که منوی اصلی ما بعد از تایتل هست، که در واقع همه چیه ما از اینجا شروع میشه و با اونجا ختم میشه هست، در واقع همین منوی اصلی ما. ریترن ما نات ست هست، شما میتونید بذارید روی همین نات ست باشه. دیسک ولیوم ما که همون سینگله و 12 که درسته. ریجنال و اند کپی رایت، زمانی که شما دارین تو ایران کار میکنید واقعا هیچ تفاوتی نداره، ترجیحاً همه رو روشن بذارید. کپی رایت منیجمنت، شما ممکنه اینجا بگید که خب حالا نو کپی پرمیتد، وان کپی پرمیتد یا کپینگ پرمیتد، بگین خب احتمال داره که این قفل نرم افزاری روی دیویدیتون بذاره. اصلا اینطور نیست. این سیستم فقط با سیستم دوپلیکیشن استاندارد قانونی که خارج از ایران انجام میشه کار میکنه، که این شرکت هایی هم که روی دیویدیتون قفل های CSS یا مکرو ویژه میذارن، یه پولی بابت هر کدوم از دیویدی هایی که کپی میکنین ازتون میگیرن. مثلا میگن هر دیویدی $1 هزینه این قفل CSS و مکرو ویژه نشه. پس طبیعتاً فرقی برام نمی‌کنه، من خاموشش می‌کنم. اما قسمت ادوانسد ما یه انگل منو داریم که ما اینجا چون زاویه‌های مختلفی نداشتیم خاموشه. چپتر داشتیم که همون چپتر منو یا سین ایندکس ما بود، چپتر ایندکس ما بود. پس من اینجا DVD ببخشید منو ایندکس یکم و منو رو انتخاب می‌کنم. آدیو سلکشن ماست یا انتخاب صدا، که من منوی لنگویج منومون رو انتخاب می‌کنم. و زیرنویس ما ساب تایتل، که باز من توی منوها لنگویج و منو رو انتخاب میکنم. این قسمت پایینم که به برنامه نویسی مربوط میشه، پس ما خیلی باهاش کاری نداریم. خب الان دیگه همه چیز من سته، همه چیز من مرتبه، فقط باید خروجی بگیرم. یه نکته خیلی مهمی که اینجا هست اینه که شما یه برن میبینید، یه بیلد، یه فرمت، یه بیلد و فرمت. راستش بخواید این فرمتی که شما میبینید دقیقا همون کار رایت کردن رو انجام میده. بیلد رو اگر بزنید شما چند این دیویدی رو برای شما میسازه روی هارد، و برن رو اگه بزنید تمام مراحل رو با هم انجام میده. واقعیت اینه که من برای برن کردن نرم افزار توست رو خیلی بیشتر دوست دارم تا خود برنر دیویدی استودیو پرو رو. به همین خاطر من از اینجا برای خروجی گرفتن، وقتی مطمئن شدم سیمولیشنم رو انجام دادم همه اتفاقات درست بود، میام توی فایل Advanced Burn و Build. من با فرمت و بیلدن فرمت معمولا کاری ندارم، فقط بیلد رو من میزنم. به محض اینکه من بیلد رو میزنم، از من یه جا میخواد که کجا این رو بیلد بکنم. من تو همون امیر دیویدی یه فولدر جدید درست میکنم و میزنم اسمش رو Final DVD Create Choose، و حالا شروع میکنه برای من بیلد کردن
این پروژه. خب یه چند دقیقه طول میکشه تا این کار انجام بشه و برای من یه دیویدی فول بسازه. ما در انتهای این اتفاق دوباره میاییم و همدیگر میبینیم. خب کار بیلدینگ دیویدی ما تموم شده و حالا شما از توی پنجره لاگ میتونید ببینید چه اشکالاتی به وجود اومده. یکیش اینه که ایندکس دو ما باتن 4ش اینکتیوه. یعنی در واقع ما اینجا اگر بیایم توی آتلاینمون ایندکس دومون، این باتن 4 ما اینکتیوه. علتش هم اینه که من توی درس استوریمون بهش یه استوری نسبت دادم، بعد استوری رو پاک کردم و حالا این دکمه مونده. خب من حالا اینو پاک میکنم چون نیازی بهش ندارم. مشکل دیگه که اینجا هست اینه که تو تایتل منیو ما باتن 1 غیر فعاله. من میام توی تایتل منیو و همونطور که شما اینجا میبینید باتن انگلیش من غیر فعاله، یعنی چیزی بهش نسبت داده نشده. علتش هم اینه که من خب منوی فارسی فقط یه دونه درست کردم و منوی انگلیسی درست نکردم که بخوام به اون نسبتش بدم. طبیعتاً این دکمه خالی مونده. خب این مشکل رو میتونم حل بکنم یا منو درست بکنم یا به هر حال این دکمه رو پاک بکنم که قاعدتا درستش اینه ما این منو رو درست بکنیم و اینجا بذاریم. خب وقتی همه مشکلات حل شد من میتونم یک بار دیگه بیام این پروسه فایل Advanced Burn Build رو بزنم و اگه دوباره هیچ مشکلی نداشتم و این علامت های خطر اینجا ظاهر نشد، مشخصه که این مرحله از کار درست انجام شده. حالا ما میایم تو هاردمون و توی فاینال دی وی دی همونطور که شما میبینید تو همون دایرکتوری که من میخواستم خروجی بگیرم، اینجا الان بر من ویدیو تی اس هم گذاشته. بهترین راه برای تستش اینی که شما بیاین توی دی وی دی پلیر، اوپن مدیا فایل و بیاید توی اون دایرکتوری که دارید فاینال دی وی دی ویدیو تی اس رو انتخاب بکنید و چوز. این فولدر ویدیو تی اس برای تمام کسانی که کار دیویدی کردن قبلا یا اصلا دیویدی دیدن زیاد کاملا آشناست. خب همونطور که شما اینجا میبینید من اومدم این دیویدی رو از منوی تایتل پلی میکنم و به طور مثال پخش میشه. حالا فارسی رو انتخاب میکنم، میام اینجا به طور مثال همه اینها رو باید چک بکنیم ما یه بار ببینیم که هیچ مشکلی اینجا وجود نداشته باشه. به طور مثال شروع فیلم، حالا اینجا اگر خواستیم بیایم توی فیچر سابتایتل فارسی رو روشن بکنیم یا سابتایتل مثلا انگلیسی رو روشن بکنیم. تمام چک هامون رو که انجام دادیم، حالا اینجا آدیومون رو بخوام تغییر بدیم بشنویم ببینیم کدوم آدیو به چه صورت هست، منو رو بزنیم بیایم روی منوی اصلی و حالا چک کردن کل دیویدی. وقتی تمام دیویدی مون رو چک کردیم و مطمئن شدیم هیچ مشکلی وجود نداره میتونیم اون رو رایتش بکنیم. برای این کار ما میایم سراغ توست و این فولدر ویدیو تی اس مون رو میتونیم از طریق قسمت ویدیو ویدیو تی اس فولدرز رایت بکنیم. یعنی این دوتا رو درگ بکنیم اینجا. البته ببخشید یه اتفاق ناجوری افتاد و همونطور که شما میبینین اینجا نوشته که ما یه فاینال دیویدی داریم با این با این شرایط و حالا این اسم و با این مشخصات که مثلا سابتایتل پرشین داره و حالا الاخر. و به محض اینکه ما برن رو ریکوردید دیسک رو بزنیم شروع میکنه رایت کردنش. یه نکته اینجا وجود داره و شما دیدید گهگاه توی دیویدی ها یک سری فایلی وجود داره که مثلا یه گیمه، مثلا یه سری عکس های با کیفیت بالایی از همون فیلمه و الاخر. اینجا من یه فولدری به همین اسم درست کردم که اسمش رو دیویدی روم گذاشتم و که عکس های کیفیت بالای کارمون رو توش گذاشتم. برای اینکه شما بتونین یه فولدر اضافه که فقط توی کامپیوتر قابل دسترسیه و ما بهش میگیم دیویدی روم ایجاد بکنید و بهش دسترسی داشته باشید، میتونید بیاید به جای اینکه ویدیو تی اس فولدر رو رایت بکنید بیا توی قسمت دیتا و دی وی دی رام یو دی اف رو بزنید. حالا شما اینجا هم میتونید فایل های دی وی دی رامتون رو بزنید. البته اجازه بدید من این رو پاک کنم. یه دیسک جدید درست میکنم، مثلا ازشون میذارم رادان. حالا توی این دیسک هم من یه دی وی دی رام درگ میکنم
این فولدر فقط توی پی سی همونطور که گفتم، یعنی در واقع فقط توی کامپیوتر قابل دسترسیه. اگر شما خواستید توی این دایرکتوری اتوران یا هر چیز دیگه هم بذارید میتونید. و ویدیو تیس هم رو هم اینجا درگ میکنم و حالا شما باز هم میتونید اینجا به جای اینکه ریکورد رو بزنید، سیو از دیسک ایمیج رو بزنید که توی هاردتون براتون یه دیسک درست بکنه، یه در واقع یه سی دی که توی هارد هست و عملا رایت نشده. اگر اون سی دی رو چک کردید و دیدید مشکلی نداره، میتونید بیاد اینجا و رایت رو بزنید و سی دی تون رو، دی وی دی تون رو با موفقیت رایت بکنید. پس اگر خواستید چیزی اضافه بکنید به دی وی دی که فقط توی کامپیوتر قابل دسترسی باشه به غیر از خود فیلم، این اتفاق به خود فیلم هیچ لطمه ای نمیزنه، نگران نباشید. اون فولدر رو وارد اینجا میکنید به عنوان دی وی دی روم یو دی اف رایت میکنید. اگر نمیخواید این کارو بکنید، فقط خود فولدر ویدیو تی اس رو وارد قسمت ویدیو تی اس فولدرز توی قسمت ویدیو میکنید. خب امیدوارم از مجموعه آموزشی دی وی دی استودیو پرو ما هم لذت برده باشید و بتونید توی کارهاتون به بهترین شکل ممکن از اون استفاده بکنید. من امیر عزیزی به نمایندگی از رادان با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر، خدا نگهدار.